سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره بریم سر وقت سریال بسیار جدید Last of Us که از روی یک بازی کامپیوتری بسیار موفق و معروف ساخته شده. این سریال 9 قسمته و تا عید نوروز قراره با این سریال سر کنیم. قراره تو این ویدیو هر اطلاعاتی که لازمه قبل از دیدن سریال بدونید تا از دیدن این داستان بیشتر لذت ببرید رو بهتون بگم. همین که این سریال رو کلا بهتون معرفی میکنم تا ببینید آیا دوست دارید اصلا این سریال رو ببینید یا نه، و اینکه این ویدیو هیچ اسپویلی نداره و دیگه بهتره بریم سر وقت کارم. نویسنده های دنیا، حتی اونایی که داستان های تخیلی می نویسن، تلاش میکنن تا موضوعات خودشون رو از محیط اطرافشون الهام بگیرن. نویسنده داستان سریال Last of Us هم همین کارو کرده، با این تفاوت که داستانش در ژانر وحشته. طبیعت شاید خیلی سخاوتمند باشه، کلی نعمت برای ما داشته باشه، ولی به وقتش که میرسه خیلی هم وحشتناکه. رازهای وحشتناکی از دل طبیعت میشه بیرون کشید، حتی داستان باور نکردنی مثل زامبی ها. نویسنده این سریال رفته سر وقت یکی از وحشتناکترین موجودات طبیعت، یعنی یه نوع قارچه سمی. شاید به ظاهر ساده و کم خطر بیاد، ولی باور کنید قربانیانش که مورچه ها باشن همچین فکری نمیکنن. این قارچ اولش به شکل هاگ توی هوا حرکت میکنه. وقتی که قربانیش آلوده شد، این قارچ شروع میکنه به رشد توی سیستم عصبی قربانی. بر همین دو روز اول مورچه هیچ علائمی نداره. بعد از دو روز بدنش شروع به رعشه میکنه، چون در تمام سیستم عصبی بدنش ریشه های این قارچ رشد کردن. حالا قسمت ترسناک شروع میشه. این قارچ شروع میکنه به ترشح ماده‌ای مثل مخدر. دیدین بعضی از مواد مخدر توهمزا که آدم‌ها ازش استفاده میکنن از قارچ‌های مختلف درست میشه. این قارچ هم شروع میکنه توی بدن قربانی خودش همین کارو کردن. ماده شیمیایی ترشح میکنه که باعث میشه تا قربانی لانه خودش رو رها کنه. تمایل غیر قابل کنترلی برای رفتن به جایی با رطوبت و نور کافی پیدا میکنه، یعنی یه جایی که مناسب رشد قارچ باشه. حتی انقدر مغزش تحت کنترل قرار میگیره که چون قارچ از نور مستقیم آفتاب بدش میاد، قربانی تمایل پیدا میکنه که خودش رو حتما ببره زیر برگ پنهان کنه تا نور مستقیم خورشید به قارچ نخوره. و از همش بدتر اینه که قربانی محلی رو انتخاب میکنه که درست بالای سر هم نوعان خودش باشه تا چند وقت بعد قارچ به هدف نهایی خودش برسه. وقتی که مورچه جای درست قرار گرفت، جمجمه‌اش شکافته میشه و قارچ از بدن قربانی بیرون میاد. شیوه حیات این نوع قارچ اینجوریه. اونها توی خاک رشد نمی‌کنن. ریشه‌های این گیاه از بدن قربانیش تغذیه می‌کنه. این قارچ مثل تمام موجودات دیگه دو هدف اصلی داره. یعنی رشد کنه و به نهایت خودش برسه که نهایت رشدش میشه آزاد کردن هاگ‌هاش برای تولید مثل. این هدف نهایی این موجود زنده است. این قارچ طول عمرش معادل 3 هفته است. یعنی تمام این بلاها رو سر مورچه‌ها میاره برای اینکه 3 هفته عمر کنه. 3 هفته بعد هاگ‌ها از جمجمه مورچه بیچاره آزاد میشن و درست میریزن روی سر هم نوعان سابق همین مورچه. این قارچ اگر پاش به یه لونه مورچه برسه، این توانایی رو داره که تمام کلونی مورچه رو در اون منطقه تا آخرینشون رو از بین ببره. حتما احساس آرامش میکنید که این قارچ فقط و فقط این حشرات رو آلوده میکنه. اما قسمت وحشتناک قضیه اینجاست که این قارچ مثل ویروس ها توانایی جهش دارن، یعنی میتونن تغییر شکل بدن و خودشون رو آماده کنن برای رشد کردن توی بدن بقیه موجودات زنده. تا به امروز 600 نوع متفاوت از این قارچ زامبی در طبیعت شناسایی شده که هر کدوم از این نوع برای یک موجود به خصوص ساخته شدن. حالا 600 نوع متفاوت موجود زنده رو میتونن آلوده بکنن، حتی عقرب‌ها. موضوع از این ترسناکتر هم میشه. این قارچ فقط توی بدن موجودات زنده به فعالیت خودش ادامه نمیده. اگه قربانی جون خودش رو از دست بده قبل از اینکه جای مناسبی بتونه خودش رو برسونه، جای مناسبی برای اون قارچ، حتی اگه بدنش توسط حشرات دیگه کامل خورده شده باشه، حتی در حدی که فقط سرش باقی مونده باشه، جسد این حشره توسط ریشه های این قارچ شروع به راه رفتن میکنن. چون توی تمام بدن این موجود ریشه های این گیاه سیستم های عصبی رو میتونن تحریک کنن و میتونن کاری کنن که این جسد راه بره تا این قارچ بتونه به محل مناسب برای رشد خودش برسه. Nobody. Just ahead.
این تصاویر وحشتناکی که دیدید موضوعی بود که نویسنده داستان سریال Last of Us ازش الهام گرفت تا دنیایی که توی سرش بود رو بسازه. این داستان اول به یک بازی کامپیوتری تبدیل شد و توی ابتدای این بازی تصاویر این حشرات بیچاره رو به شکل ایسترگ داخل تصویر تلویزیون گذاشته بود. توی دنیایی که این نویسنده خلق کرد ما داستان یه مرد خانواده دوست به اسم جول رو می‌بینیم که روزی که با دخترش زندگی می‌کرد این قاچ توی شهر پخش میشه. کل مردم رو آلوده میکنه و دختر خودش رو توی اتفاقات آخر و زمانی که توی اون روز میفته از دست میده. حالا 20 سال از اون زمان گذشته و داستان این سریال یک داستان پس آخر و زمانیه، درست مثل فیلم مد مکس. شیوع این بیماری سال 2003 اتفاق افتاده و حالا داستان سریال سال 2023 رخ میده. توی این 20 سال این پاندمی بیشتر از 60% انسانهای دنیا رو آلوده کرده و کشته. کسانی که به این بیماری آلوده شدن توی 4 مرحله مختلف این بیماری روشون تاثیر میذاره. اول فقط مغزشون تحت کنترل بیماری قرار میگیره و اونها تقریبا تبدیل میشن به مرده های متحرک. فقط یه هدف دارن، این که بتونن این بیماری رو به یک فرد دیگه انتقال بدن که یکی از راه‌های انتقال این بیماری از طریق بزاقه. حالا این همه سال از اون شبی که قهرمان داستان ما دخترش رو از دست داد گذشته و این قهرمان و تمام دنیا حالا دیگه کاملا عوض شده. دنیای جدیدی خلق شده. دولت‌ها و حکومت‌ها کاملا نابود شدن و ارتش و نیروهای نظامی کسانی که جون سالم به در برده بودن و توی جاهایی مثل اردوگاه‌ها نگهداری می‌کنن. ولی وضعیت وخیم زندگی توی این اردوگاه‌ها طوریه که خیلی از مردم حاضر نشدن زیر نظر حکومت‌های نظامی زندگی کنن و بیرون از این اردوگاه‌ها گروه‌های شبه نظامی وجود دارن که مستقل از خودشون مراقبت می‌کنن. یکی از معروف‌ترین این گروه‌ها اسمش گروه کرم شبتابه که بر علیه ظلم نظامی‌ها می‌جنگه، ولی دست‌های خودش هم خیلی تمیز نیست. اون‌ها هم جنایت‌های وحشتناکی توی کارنامه خودشون دارن. بعضی دیگه از بازماندگان یه گروه‌های کوچیکی تشکیل دادن. اسمشون هستش شکارچی‌ها که برای بقیه انسان‌ها کمین می‌ذارن. حتی بعضی از این گروه‌ها آدم می‌خورن. توی این شرایط فرقه‌ها و دین‌های جدید به وجود اومدن که هر کدومشون اهداف مخصوص خودشونو دارن و جدای از اینکه زامبی‌ها این سرزمین رو ناامن کردن، خود انسان‌ها هم به یکی از بزرگترین خطرها برای بقیه انسان‌ها تبدیل شدن. توی این دنیا طبیعت از شر انسان‌ها تقریباً راحت شده. دوباره همه جا داره تبدیل میشه به جنگل و حیوانات توی شهرهای قدیمی که دیگه الان متروکه شدن برای خودشون زندگی میکنن و انسان‌ها توی این زمان فقط به یه چیز فکر میکنن، یعنی بقا. هر آدمی هر جایی که هست فقط به این فکر میکنه که چطور یه روز دیگه هم بتونه زنده بمونه و ویژگی آدم‌های این دنیا اینطوریه که همشون تنها، همشون اعضای خانواده‌های خودشون از دست دادن و هیچ کس کسی براش باقی نمونده. قهرمان داستان ما هم توی این 20 سال مثل هر مرد دیگه‌ای که خانواده‌اش رو از دست میده تبدیل شده به یک مرد خشک و بی‌روح. کاملاً تنهاست و با کسی ارتباط نمیگیره و شغل جدیدش اینه که قاچاقچیه. یعنی بهترین کسیه که میشه بهش یه محموله رو داد تا از وسط این دنیای ناامن جابجاش کنه. و حالا این مرد پخته ولی بی احساس یه محموله عجیب بهش تحویل میدن. این محموله یه دختر جوونه که قراره این مرد این دختر رو به یه مقصد مشخص صحیح و سالم تحویل بده. هیچ کس درست نمیدونه که این دختر چه رازی رو با خودش حمل میکنه. I'm not family. No. Your cargo. تو این دنیا آدما درست مثل ماجرایی که در رابطه با آلوده شدن مورچه‌ها تعریف کردم به این قارچ آلوده میشن. این قارچ وقتی وارد بدن قربانی میشه 2 روز بعد از آلوده شدن اون فرد کنترل مغزش رو دست میده، اما درست 3 هفته بعد از بدن اون فرد قارچ شروع میکنه بیرون زدن، درست مثل چیزی که توی مستند دیدیم، و دیگه قابلیت‌های انسانی فرد کاهش پیدا میکنه. آدم‌ها چشماشون رو از دست میدن، از صورتشون قارچ‌هایی که ما قدیم دیدیم از تنه درخت‌ها بیرون میان از صورت قربانی‌ها بیرون میزنه. و تو مرحله 4 که تقریبا بیش از 1 سال از آلوده شدن فرد میگذره تمام بدن فرد قربانی پوشیده از قارچ میشه. حرکاتش کندتر میشه ولی این قارچ ها روی بدنش مثل زره عمل میکنه و اون آدمو تبدیلش میکنه به هیولایی که به این راحتی ها نمیشه کشتش. تو بازی کامپیوتری هم کشتن این موجودات خیلی سخت بود که تو تریلر سریال هم یه چشمه از این موجودات رو برای ما نمایش دادن. ویژگی جالب این داستان اینه که برخلاف بیشتر فیلم‌های زامبی، عمق شخصیت‌ها خیلی زیاده. همینطور که از مقدمه داستان متوجه شدید، هر کدوم از شخصیت‌ها یک گذشته دارن که باعث میشه شما بهتر بتونید شخصیت‌ها رو درک کنید. اصلا مهمتر اینه که درست مثل داستان‌های قدرتمندی که مثلا امثال مارتین می‌نویسن، هیچ فرد مقدسی توی داستان وجود نداره. کار خیلی استادانه‌ای که نویسنده‌ها میتونن بکنن اینه که یک اتفاق جنایتکارانه رو به ما نشون بدن و بعد توی داستان کاری بکنن تا ما داستان رو
از زاویه دید اون کسی که این جنایت رو انجام داده ببینیم و بعد ما نشون میده که از زاویه دید اون شخصیت همچین کار جنایتکارانه‌ای هم نبوده و اون فرد برای بقای خودش و برای کسانی که دوستش داشته مجبور شده بوده که این کارو بکنه. این اتفاق توی این داستان بارها و بارها میفته. همین موضوع باعث شد که این داستان وقتی که برای اولین بار به شکل بازی کامپیوتری عرضه شد، یکی از موفق‌ترین بازی‌های تاریخ صنعت گیم باشه. میلیون‌ها کپی ازش فروخته شد و کلی جایزه برنده شد و همیشه اون چیزی که طرفدارا در رابطه با این بازی دوست داشتن، داستان و شخصیت‌های قویش بود. شرکت HBO این داستان رو به سریال تبدیل کرده و تلاش خیلی زیادی هم کرده که این داستان کاملاً به بازی وفادار باشه. نویسنده اصلی داستان که سازنده بازی بود، الان سازنده این سریاله. و شرکت HBO برای اینکه مطمئن باشه که این آدم در سریال سازی هم موفق خواهد بود، یکی از کسانی که قبلاً با شرکت HBO همکاری داشته رو در کنار این نویسنده قرار داده. یعنی شخصی که ممکنه شما قدیم ازش سریال بسیار موفق چرنوبیل رو دیده باشید که انتخاب خیلی هوشمندانه بود، چون اون سریال هم یه جورایی یه داستان پسا آخر زمانی داشت که به وقایع بعد از انفجار راکتور اتمی در شهر چرنوبیل می‌پرداخت. همکاری این دو نفر با هم به نظر میاد که بتونه نوید بخشی سریال خوش ساخت باشه. خیلی این امیدو دارن که این سریال Last of Us موفق ترین و بهترین سریال سال 2023 باشه. توی اولین صحنه هایی هم که از این سریال منتشر شده، تصاویر جالبی رو ما نشون دادن که نشون داده میشه که به جزئیات خیلی دقت کردن. همینطور بازیگرها هم با دقت انتخاب شدن. بلا رمزی در نقش الی یه دختر 20 ساله است، ولی به خاطر جسه کوچیکش تونسته نقش این دختر نوجوان رو بازی کنه و این از نظر بازیگری برای فیلم یک نقطه قوت به حساب میادش. برای اینکه بازی گرفتن از یک بازیگر نوجوان کار خیلی سختی. پدرو پاسکالم که توی بازی تاش و تخت هم بازی همین بلا رمزی بود، توی این سریال نقش جول رو بازی میکنه که توی سریال مندلورین تونسته بود خیلی خوب نقش یک مرد خشن و بی‌احساس رو بازی کنه که با یه موجود ساده و آسیب‌پذیر همسفر میشه. سازنده های سریال به بازیگرهای بازی هم وفادار بودن. ما توی تریلر تصویری از تولد الی رو میبینیم که زنی که نقش مادر الی رو بازی میکنه هم اون کسی است که چندین سال قبل نقش خود الی رو در دنیای بازی کامپیوتری بازی کرده بود. بازیگر نقش جول توی بازی کامپیوتری هم توی این سریال نقش فرعی داره و نقش یکی از شکارچی‌ها رو قراره توی فیلم بازی کنه. این سریال که تازه یه روزه که اپیزود اولش منتشر شده، موفق شده که نقدهای خیلی خوبی تا الان بگیره و نمره‌های خیلی بالایی رو ثبت کرده. و روزی هم که روی HBO Max منتشر شد، سرور این سایت از کار افتاد. درست مثل اتفاقی که برای سریال خاندان اژدها افتادش. و این سریال تا الان که خیلی موفق بوده و بیننده های خیلی زیادی داشته، به نظر میاد که با یک سریال فوق العاده طرف باشیم. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اپیزود اول همین امشب که دارم این ویدیو رو میسازم منتشر میشه. اگر موضوعات جالبی براش پیدا کردم، حتما براش یه ویدیو موشکافانه جداگانه درست میکنم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، یادتون نره که لایکش کنید و به امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.